بله واقعا درود بر این اشرف نشان دلیر. حسن از فرانسه رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم خدمت شما، خواهش کنم بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما عرفی و مهمان هستون آقای خزایی عزیز. من واقعا یادیم دلم با رسول بود و این فیلم کوتاهی که شما گوشتین خیلی برای من یادآور لحظاتی بود که باهاش بودم. به هر حال از فرصت استفاده میکنم و میخواستم از آقای سوال کنم. یک احساسی من داشتم در رابطه با این مسئله آرامکو و مداخلات مختلفی که شد، اگر شما توجه حتما داشتید، تا مدت ها این که چه کسی در پشت این حملات بوده موضوع در واقع گفتگوهای مختلف بود و حتی تو رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ما خیلی می‌دیدیم رسانه که در واقع به نوعی خطوط رژیم رو پیش می‌برند همیشه این تردید رو دامن می‌زدند که این منشأ و منبع این حرکات، این حملات کجا معلوم نیست که، و خیلی خلاصه فضای چه میگن شک و تردید دائما بود و بهش دامن زده میشد تا زمانی که کنفرانس مقاومت برگزار شد، کنفرانس روشنگرانه و روشنگری مقاومت برگزار شد و بعد از اون احساس من این بود که این موضوع تعیین تکلیف شد و ما به یک فصلی رسیدیم که بعد از اون دیگه کسی تردیدهای اینجوری رو نمیتونست دامن بزنه و اینقدر وزن و اعتبار مقاومت و افشاگری که شد، علی رغم اینکه برخلاف صحبت هایی که همین رسانه ها کردن مثلا سند مشخصی یا عکسی یا فیلمی نبود، ولی به قدر استدلال بود در این گفتگو و در این کنفرانس اصلاحی در حال شیوه معرفیش که این موضوع تنگ تکلیف شد و خلاصه جهان به قاطعیت رسید که آخوندها پشت این حملات بودن. آیا شما در این رابطه خودتون این احساس رو نداشتید؟ من فکر کنم یه جوری ما تعیین تکلیف شدیم بعد از این کنفرانس به اصطلاح مقاومت. بله خیلی ممنون حسن عزیز، مرسی که خلاصه صدات شنیدیم و همیشه شما خودتون بسیار فعال و در صحنه هستید. راجع به این راست میگید، اول همین جهان مماشاتگر، اولا خب یه شوکی همیشه اول ایجاد میشه در هر حادثه سنگینی، شوکی هست و تا مردم جمع جور کنن خودشونو و کسایی که مثلا فکر میکنن یا تحقیق میکنن خب طول میکشه. اما خب یه دلیل خیلی محکمی که بود همین فضای مماشات غرب بود و فضای این متاسفانه بعضی تشتت هایی که تو خود همین جهان خاورمیانه هست، تضاد های کوچیک بزرگی که با هم دارن، اینه که اینا سرجم نمی کردن و همه هاجواج منتظر یک حالتی بودن که این حالت باز بشه که اینا بیشتر روشن شد. اما همونطور که خودتون به درستید گفتید و همه دیدن جهانیان، با این افشاگری دیگه هیچ راهی، هیچ شکی نماند که مسیر این موشک از کجا بوده و از کجاها اومده و تکنیکا و اون چیزا هم که نشون داده شد. و بعد این برنامه خاصی که این مقامت ریخت و افشا کرد، حتی فرماندهیش و حتی محل خلاصه حمله رو که میره از کردم توی فصل هفتم اگرشن، یعنی تهاجم یک کشور به کشور دیگه، کم کم این باز شد، روشن شد و این ستا افشاگری هم این ستا کشور اروپایی، ابرقدرت اروپایی دیگه، آلمان و فرانسه و انگلیس هم که دیگه مجبور شدن که بذارن کنار، چون همه تخم‌مرغ‌هاشون که نمی‌دونن تو سبد پاره خامنه‌ای بریزن، اینا هم به هر حال توی خاورمیانه دستشون توی کار با کشورهای عربی رابطه خوب دارن، نمیتونن که خودشون اینقدر تأخیر کنن که دیگه این واقعیت خیلی واضح رو هم بخوان کتمان کنن. میگن نه ما نمیدونیم کی بوده چجور بوده. وقتی که اینا اومدن وسط، این هم سرفصل خوبی شد و دلیل اصلیش هم همونطوری که خودتون گفتید افشاگری های مقاومت که همیشه تو این سالها در بهترین وجه کرده. براتون میگفتم که تمام جهان چشمش باز کرد. تیتر اول نیویورک تایمز من دارم که نوشته سازمان مجاهدین خلق و شوره و مقاومت افشا کردن، اول تیتر بزرگ
اسامی رژیم. بله خیلی متشکرم از توضیحاتون. خواهرمون اعظم از آمریکا رو هم همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. با عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمان گرامی و با درود فراوان به قهرمانان شورشی در لردگان و سایر شهرهای ایران و همینطور درود بیکران به مردم قهرمان عراق که با پوست و گوشتشون حاکمیت منحوس خمینی رو به جای حاکمیت مردم عراق در عراق احساس میکنن و پاسخ دندان شکنی به این اراذل و اوباشی که توسط رژیم ایران مسلح شدن و به جون مردم افتادن و عامل قتل و کشتار اینا هستن ثابت شده. من در ارتباط با این مسئله حمله رژیم به آرامکو که به راستی نشون میداد که این رژیم اونقدر مستعصله و واقعا جنون گاوی گرفته، نمیدونه چی کار بکنه، ولی من حرفم اشارم به یک سری آدم هایی که اینها به عنوان استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی، ما نمیدونم متخصص امور خاورمیانه و از این چیزهایی که یدک میکشن و تمامشون هم سعی میکنن، خیلی جالبه که رژیم رو یه جوری از این مسئله در ببرن که نه مدرکی هست و نه ثابت شد. من به این آقایون، به این در واقع عصای زیر بغل این رژیم که سالهای ساله در تمام این تلویزیون ها به خصوص اخیرا در این تلویزیون های معلوم الحالی که میان از ساواکی امنیتی که به اصطلاح خودش در ایران مسئول امنیت در واقع تو ساواک بوده و الان هم داره توی فرانسه به قول خودش توی همین اداره امنیت، نمیدونم فرانسه، به هر حال یه ساواکی، یه آدم فروش، یک مزدوره که اینها میان سعی میکنن توجیه کنن و اینه که نه این عربستان ایران نبوده و این حوثی ها بودن اومدن مدعی شدن. واقعیت اینه که اینها تکنولوژی این دور زمونه رو کم گرفتن، تمام اینها تریس شده به وسیله این جی پی اس. قشنگ گفتن در ضمن دو تا از همین کروز میسلایی که منفجر نشده آدرس دقیق داده خودش. ولی این اراذل اوباش باید بدونن شماهایی که سالهای سال اومدین مجاهدین رو تخطئه کردین، مجاهدین رو سعی کردین شیطان سازی کنین، تمام اون اراجیفی رو که رژیم میگه می اومدن اینجا به عنوان تحلیل. خیلی جالبه، خیلی هم وقتا مفتاد بحثشون راجبه مجاهدین، ربطی هم نداشت به مجاهدین، ولی یه دفعه به صحرای کربلا میزنن. ما باید به اینا بگیم این رژیم و شماها سالهای ساله از بی بی سی گرفته، از صدای آمریکا، تمام اینا دیگه الان هم که این تلویزیون هایی که رژیم با پول رژیم مثل اینترنشنال نمیدونم اینها درست شده، تمام اینا رو میارن، صدا شده فقط صدای رژیم جمهوری اسلامی. اما اینها در ضعیفترین نقطه شونن. مردم قهرمان ما باید تمامی استانهای ایران رو مثل لردگان کنن، بلنشن و تمام عصای منحوس، تمام نمادهای این رژیم کثیف رو بزنن داغون کنن. قدرت مردم رو هیچ قدرتی نمیتونه باهاش مواجه بشه. و درود میفرستم به تمام کسانی که امروز حرفی رو که سازمان 30 ساله داره میگه، 40 ساله داره میگه که تمام بحران، مرکز بحران جمهوری پلید اسلامیه، آخوندهای عمامدار دزد غارتگر که مردم ما رو به خاک سیاه نشوندن و از طرف با نفوذشون دخالتشون تو کشورهای دیگه اونها رو به همین سرنوشت مبتلا کردن. ولی خوشبختانه اینا دیگه چیزی براشون باقی نمونده، فرصتی ندارن. من یه سوال دارم از جناب آقای خجایی. آقای خجایی، این کار تروریستی که به راستی شما به درستی گفتین یک در واقع جنایته، این چرا الان این دیپلمات رژیم تروریست رو که در زندان بلژیک چرا محاکمه نمی‌کنن؟ چرا این جامعه بین‌المللی بیدار نمیشه؟ آخه این رژیم چیکار باید بکنه؟ ما با دیپلمات بمب آورده بود، تحویل دو تروریست داده بود بره بذاره در مراسم گردهمایی که 100,000 نفر شرکت دارند.
یک سری شخصیت های خارجی امریکایی و اروپایی اونجا حضور دارن. من میخوام ببینم این چیه آخه، این مماشات تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ شرم کنن اینا، این اروپایی ها چرا یک ذره جرأت به خودشون نمیدن؟ من نمیدونم منافع اقتصادی چطوری تا این درجه براشون مهمه. بس کنین، پولشو با خون بهاشو با خون مردم ایران و تمام منطقه نپردازی. من ممنونم از شما و میخوام فقط اینو به من جواب بدین، چرا اینا اینو محاکمه نمی کنن؟ از چی میترسن که بیان واقعا نقش تروریستی رژیم رو بدن؟ خیلی متشکرم، ممنونم از وقتی که به من دادین، ببخشید به خاطر طولانی شدن. خواهش میکنم، درود بر شما، خیلی ممنون از تماستون. آقای خزایی دو سه دقیقه بیشتر به پایان برنامه فرصت بفرمایید. شما من اینو سریع بگم، خیلی ممنون پایانتونم لطفا. بله بله، خیلی ممنون ازم خانم، واقعا نکات خوبی گفتید. راجع به این من کنکرت بهتون بگم که این اروپا و غربیا سابقه مماشات زیاد دارن. حالا من یه زمانی اگه بحث دیگه شد تاریخ مماشات اروپا زمان هیتلر هم براتون میگم که تو دربار خود انگلیس ادوارد هفتم پادشاه انگلیس برید و رفت و به بهانه که با یه خانم ازدواج میخواد بکنه رفت و بعد سر از دفتر هیتلر در آورد. هستن، بودن و اینا سعی میکنن این کارا رو بکنن. یادتون باشه که قاتلین دکتر کاظمو که آقای بالادوس شب سال مسیحی قاتل رو ول کرد و فرستاد به ایران هدیه داد. اینا از این کارا میکنن. اما این دیپلمات رو ما نمیذاریم، ما داریم کار میکنیم روش. اینا سعی میکنن که مماشاتگری کنن، اما حتی شاید سعی میکنن که ازش اطلاعات در بیارن، شاید میخوان ببرنش تو زندان. این چیز هم هست از ذره قضایی که بیشتر افشا کنه و چیز، ولی ما نمیذاریم که این از حلقومشون پایین بره، چون یک اکت اگرشن بین المللیه که میره توی فصل هفتم که یک کشور با بم حمله کرده به فرانسه. بله خیلی متشکرم. خواستی بخش پایانی چی بگم؟ هر نکته‌ای که داریم، من نکته خاصی دیگه ندارم، حرفامونو زدیم. فقط میخواستم باز درود بفرستم به همه هموطنانم، درود بفرستم به اشرف سه که اینجا قلب تپنده این مقاومت و همانطوری که تو تاریخ اروپا هم بوده، تاریخ مقاومت ها بوده، قلب های تپنده همیشه رفتن یک جایی و از اینجا خلاصه داخل اون کشور خلاصه تکون دادن و به همت مردم. حرفم اینه، دو عامل اصلی هست، یکی مردم هست، یکی مقاومت سازمانی افتاد. بدون اینا هیچ چیزی پیروز نمیشه. عامل خارجی اوکسیلریه به قول فرانسوی ها، کمکیه. وقتی که این دوتا محکم باشن عامل خارجی هم مجبور میشه به شرخه، همونجایی که گفت ساتلایتی محوره خمینی یک دیگه بجنبی ترکیه هم میگیری. وقتی مردم بجنبن، وقتی حرکت بکنن و مقامت سازمانی یافته باشه، کانون شولیشی باشه، جامعه بین‌المللی مجبور میشه بیاد توی بازی درستی که بازی مقاومت، یعنی کارزار مقاومت و کمک، اگر میخواد که از شر یه رژیمی که مثل هیتلر و مثل نمیدونم پولپوت و مثل تمام جنایتکاران تاریخ دشمن شماره یک بشریته، امروز هم این رژیم ضد بشری دشمن شماره یک بشریت. پس ما در نوک نیزه مبارزه هستیم، اشرفیان، مقاومت و مردم ایران. عامل سوم که عامل خارجی مجبوره که به شرخ، یعنی مجبورش میکنه و میکنیم و تاریخ خواهد کرد. بله خیلی متشکرم آقای خزایی، کاش فرصت بیشتری میبود، بیشتر از شما میشنیدیم. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده. همچنین تشکر میکنیم از دوستانی که با ما همراه بودند و معذرت میخوایم از کسانی که نتونستیم تماسشون رو بحث بکنیم و صحبتاشون رو بشنویم. انشالله در برنامه های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و همچنین آقای خزایی امیدوارم که باز فرصت باشه که در خدمتون باشیم و بحث ها و گفتگوهای دیگه رو داشته باشیم. به اتفاق آقای خزایی مهمان برنامه این هفته ای ارتباط مستقیم، از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار همگی.